در این فضای بازاری که در ترکیه برای املاک ایجاد شده و شرکت‌های زیادی با پروژه‌های زیادی همکاری می‌کنن و به فروش ملک اقدام می‌کنن، گاهن ما متوجه میشیم که شما بیشتر به دنبال این هستید که قیمت مناسبی رو از یک پروژه یا از یک واحد آپارتمانی دریافت کنید و خرید کنید که کار بسیار خوبی هست و حتما موقع خرید بایستی که قیمت خوبی رو دریافت بکنید و با شرکت‌های معتبر کار کنید و این اقدام بجایی هست. ولی در مواردی مشاهده میشه که شما گاهن به دنبال گرفتن قیمت خوب هستید، ولی از یک طرف هنگامی که تبادلات ارزیتون رو انجام میدید گاهن بیشتر از اون مقداری که از این پروژه تخفیف بگیرید یا این خونه رو ارزونتر بخرید، از تبادلات ارزیتون دچار ضرر میشید. بنابراین توجه به هر دوتای این نکته همزمان با هم سودآوری شما رو در ترکیه برای خرید املاک قطعی‌تر و سودآورتر می‌کنه. بنابراین اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم به موضوعات تحولات ارزی در ترکیه، متوجه میشیم که معمولاً وقتی که کاهش ارزش لیر اتفاق میفته یا دلار گرونتر میشه به زبان عامیانه، پروژه ها یا املاک معمولی مدتی بعد این رو در قیمت های جدیدشون اعمال میکنن. به این معنی که مثلا اگر دلار رشد 10% رو پیدا کرد، پروژه ها به مراتب زودتر ولی املاک معمولی یا فروشندگان معمولی قیمت های خودشون رو به زودی آپدیت نمی کنن. اینجا گپی هستش که اتفاق میفته و شما بهترین موقع برای شکار اون لحظه و خرید و در واقع سودآور کردن سرمایه گذاریتون در ترکیه هستید. نگاهی به تحولات ارزی ماهای گذشته اگر بیاندازیم، وقتی که شاهد این شدیم که لیر در برابر دلار نرخش از 8.5 تا 9.5 رسید، گپی که این وسط اتفاق افتاد، پروژه ها نسبتاً زودتر یعنی حدود 15-20 روز بعد در واقع قیمتاشون رو آپدیت کردن، ولی فروشندگان معمولی از آپدیت کردن قیمت‌ها جا میمونن. اینجاست که شما سریعا باید پولتون رو تبدیل بکنید و خریدتون رو انجام بدید. توجه به تحولات ارزی و سودآور کردن خرید ملک در ترکیه با توجه به این تحولات میتونه متضمن سودآوری سرمایه‌گذاری شما در ترکیه باشه. ما در پیج گلوبال کادرو مرتباً این تحولات ارزی رو پوشش میدیم و به شما اطلاعات لازم رو در مورد پیش‌بینی‌های آینده و وضعیت اقتصادی ترکیه ارائه می‌کنیم. چیزی که مسلم است این است که دلار معمولاً نسبت به ملک در ترکیه عقب‌تر است، یعنی اگر سرمایه‌گذاری شما روی ملک اتفاق بیفتد حدود 30-40% سودآوری رو در عرض مثلا 1 یا 2 سال خواهید داشت، ولی دلار رشد 20 یا 30% رو در واقع تجربه می‌کنه در یک سال، چیزی که در سالهای گذشته شاهد بودیم. گاهی با یه مقدار متفاوت‌تر از این هم مواجه بودیم، ولی معمولاً ملک جلوتر از دلار حرکت کرده، ولی این حرکت ملک با حدود 2 ماه تأخیر روی در واقع املاک منعکس میشه. شما در اون 2 ماه فرصت دارید که تبدیلتون رو انجام بدید و به خریدتون اقدام بکنید. مخصوصاً اگر تحولات ایران رو هم به این اضافه بکنیم، گاهی در چنین مواردی ما شاهد این هستیم که دلار در ایران ارزانتر هم شده. بنابراین در اون تاریخ بهترین موقع برای سرمایه گذاری شما در ترکیه خواهد بود، هم خرید خوب انجام خواهید داد، هم با ریالی که در اختیار دارید دلار بیشتری و متعاقب اون لیر بیشتری به دست خواهید آورد و ملک مرغوبتر و بهتری خرید خواهید کرد که هنگام فروش هم سود بیشتری عاید شما خواهد کرد. گلوبال کادرو